بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. مؤسسین گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است که در این روزها و شبهای پرفیض ماه مبارک رمضان در حفظ و حمایت الهی قرار داشته باشید و از همه آفات و بلیات زمینی و آسمانی مسون باشید. در درس گذشته پیرامون قصاص در کمتر از نفس یا در غیر نفس که اعضا باشد بحث های شد و بعضی از مسائل آمد که در چی چیزهای قصاص هست و در چی چیزهای قصاص نیست. در هر چیزی که در اون مماثلت یا برابری امکان داشته باشه در اونجا قصاص هست و در چیزی که امکان مماثلت و برابری نباشد در آن قصاص نیست. و در این درس یک سلسله مسائل را و ادامه همان موضوع صاحب کتاب بیان میکنه. میفرماید و من شجر رجلا، کسی که سر شکستان مرد را، شج شکستاندن سر را بگه، فاستوعبت شجتو، پس در بر گرفت سر شکستگی ما بین قرنیه، میان هر دو طرف سر شخص سرشکسته شده را. سر از او خورد بود و همین سرشکستگی از این طرف سر تا او جانب سر آن را گرفت. و هی لا تستوعبو، در حالی که همان مقدار سرشکستگی در بر نمی گیرد ما بین قرنه شاج، میان دو جانب سر سرشکننده را. اگر از او قصاص بگیریم سر از او بزرگه، او تا این سمت سر، از این سمت سر تا او سمت سر شامل نمیشه. در این صورت چی باید کرد؟ میگه فل مشجوج و بالخیاره، شخص سرشکسته شده با اختیار است، اختیار دارد. انشاء اگر میخواهد اقتص به مقدار شجته، قصاص بگیرد به اندازه سرشکستگی خود. یبتدی من ای الجانبین شاء، شروع کند از هر طرفی، از هر یکی از دو طرف که میخواه، یا از سمت راست شروع کنه به همان مقدار سانتزور در نظر گرفته به اونجا پایان برسانه و ختم کنه، یا از جانب چپ شروع کنه و به جانب راست بره و به همون مقدار اکتفا بکنه. و انشاء اخذ العرش، و اگر میخواهد بگیرد همان تاوان سرشکستگی را. لان الشجه موجبتون لکونها مشینتن، سرشکستگی واجب آورنده هست که باید غرامت بپردازه یا قصاص گرفته شه. لکونها مشینتن، فقط به خاطر بودن همین سرشکستگی عیبدار کننده فقط، بس. فیزداد الشین به زیادتها، پس زیاده می شود عیب و خلل و نقصان به زیادتی ها، به زیاده شدن سرشکستگی. و فی استیفائی ما بین قرنه شاجی زیادتون علی ما فعله، در کامل در برگرفتن آن بین دو طرف سر شخص سرشکنندر، اگر کلن ما خواسته باشیم از ایسم تا او سمتر امر او استیفا کنه و طلب وصول کنه، در آن صورت زیاده می شود بر آن چه که انجام داده و این مماثلت نشد، قصاص نشد. ولا یلحقه من الشین باستیفائی قدر حقه ما یلحق المشجوج، و ملحق نمی شود برای سرشکننده از عیب با واسطه وصول کردن همین مقدار به اندازه حقش، او اندازه ای که پیوست می شود المشجوج سرشکسته شده را، چون او کل سرش شکسته شده و یک مقدار می شه. فینتقصو، پس کم می شه نسبت به آن در عیب دار شدن خود. فیخیرو، پس اختیار داده می شود همان شخص سرشکسته شده که یا همه مقدار رو بشکنه و یا می خواهم عرشو تاوانه بگیره. کما فی الشلاء و الصحیحه، مثلی که در دست شل و دست درست است، دست درست در
او قطع کرده، جنایت کرده، او بریده، حالا این طرف مقابل دست شل داره. اگر میخواه همون دست شل در مقابل بگیر قطع کنه، قصاص کنه، و یا اگر میخواه همو دیت یا توان آن را بگیرد. و فی عکسه یخیر ایضا، در عکس این صورت هم همچنان اختیار داده می شود، یعنی همون سرشکستگی از این سمت تا او سمت که شروع شده، برای شخص سرشکسته شده سرش کلان است، مقدارش کلن دربر نمی گیره، یک قسمت سر دربر می گیره. اما شخصی که سرش شکسته سر از او خورده و اگه ایر به سر از او اجرا کنیم، او کل دو جانب سر از او رو دربر می گیره. در اونجا هم اختیار است که این شخص میتونه این کار رو بکنه، میتونه دیتر یا همو توانر بگیرد. لانه یتعذر الاستیفاء کاملا، زیرا که شانیست دشوار است وصول کردن و گرفتن حق را به صورت کامل، لتعدی الى غیر حقه، به خاطر تجاوز کردن به سوی غیر حقش. و کذا اذا کانت الشجت فی طول الرأس و هی تأخذ من جبهته الى قفاه ولا تبلغ الى قف الشاج فهو بالخيار لان المعنى لا يختلف. همچنین زمانی که سرشکستگی در طول سر بود، یعنی به شکل عمودی بود، و هی تأخذ، و آن سرشکستگی می گرفت، من جبهته، از پیشانی شخص سرشکسته شده، الى قفاه، تا پس سر آن را، همه را در بر می گرفت. ولی ولا تبلغ الى قف الشاج، وقتی که همین مقدار تطبیق می کردیم به سر شخص سرشکننده، اون نمی رسید به پس سر شخص سرشکننده، فهو بالخیاره. اینجا هم شخص سرشکسته شده اختیار دارد، میخواهد همون مقدار تطبیق بکنه و میخواهد توانر بگیره. لان المعنا لا یختلف، همون دلیل که در مسئله سابق بود عینا در اینجا هم هست، هیچ تفاوت نمیکنه و فرق بین هر دو پیدا نمیشود. قال ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر، گفته است صاحب کتاب قصاصی نیست در زبان. شخص زبان کسی را برید و در مقابل زبان از او بریده نمی شود، قصاص گرفته نمی شود. ولا فی الذکر، نیم در آله تناسلی، که یکی آله تناسلی کسی را قطع کرد و این طرف نمی تونه قصاص بگیره و آله تناسلی از او قطع بکنه. وعن ابی یوسف رحمه الله، از امام ابو یوسف رحمت الله علیه روایت، که انه اذا قطع من اصله، زمانی که قطع شده بود از ریشه و از اساس و از بیخ، یجب، در آن صورت قصاص واجب است. لانه یمکن اعتبار المساواتی، در این صورت ممکن است اعتبار کردن برابری، که او هم زبان را از بیخ یا آله تناسلی را از بیخ، مثل که او طرف قطع کرده ای هم همچنان قطع میکنه، پس برابری شد. و لنا دلیل از برای ما این است که انه ینقبض و ینبسط، هر یک از زبان و آله تناسلی اینا جمع میشه، منقبض میشه، و ینبسط و پهن میشه و فراخ میشه. فلا یمکن اعتبار المساواتی، ممکن نیست اعتبار کردن برابری در آن. الا ان تقطع الحشفه، مگر اینکه قطع کرده شود همان مقداری که سر ذکر است، اگه او مقدار بود باز قصاص گرفته میشه. لان موضع القطع معلوم کالمفصل، اینجا جای قطع شدن مشخصه که همون مقدار حشفه است، کالمفصل، مثل انگشت را که یا دست را که از بند قطع میکنه. ولو قطع بعض الحشفه او بعض الذكر فلا قصاص فيه، اگر بعضی از سر ذکر یا بعضی از ذکر را قطع کرد، در آن قصاصی نیست. لان موضع لان البعض لا يعلم مقداره،
آن بعض اندازش دانسته نمی شود که چه مقدار اینجا طرف مقابل قطع کنه. بخلاف الاذن، بخلاف از گوش، اذا قطع كله و بعضه، وقتی که تمام آن قطع کرده شه یا بعضی از آن قطع کرده شه، پس به همو کلیو یا بعضی از آن به همو مقدار قطع کرده میشه و قصاص گرفته میشه. لانه لا ينقبض ولا ينبسط، بخاطری که گوش که هسته جمع نمیشه و پهن نمیشه، به این طور به یک حالت است. ولو حد، و برای آن یک اندازه است، یک مقدار است که یعرف و شناخته می شود، معین است. فیمکن اعتبار المساوات، پس ممکن است اعتبار کردن و در نظر گرفتن برابری. و شفت اللب اذا استقصاها بالقطع، وقتی که آن را کامل برداشت به قطع کردن، کل لب را برداشت، یجب القصاص، و قصاص واجب می شود. لامکان اعتبار المساوات، به خاطر اینکه ممکن است که ما اینجا برابری را اعتبار بکنیم و به همون مقدار لبهای او شخص را قطع بکنیم. بخلاف ما اذا قطع بعضها، بخلاف از آن صورتی که بعضی از آن قطع شده بود، بعضی از لب، باز در این صورت قصاص گرفته نمی شود. لانه یتعذر اعتبارها، در آن صورت دشوار و مشکل برای اعتبار کردن و لحاظ کردن و در نظر گرفتن مساوات و برابری. پس وقتی که مساوات و برابری اعتبار نشد، قصاص گرفته نمی شود. فصل، این فصل است که بعضی از مسائل مختلف شخصی که با مسائل سابق متفاوت بوده تحت عنوان فصل آن را ذکر میکنه. و اذا اصطلح القاتل و اولیاء القتیل على مال، زمانی که صلح کرد شخص قاتل و اقارب شخص کشته شده بر یک مال، حاضر شدن هر دو طرف توافق کردن، مصالحه کردن که مقداری از مال قاتل بده و اولیای قتیل هم از کشتن از او یا از قصاص گرفتن از او تیر بشند. قال، گفته است، و اذا اصطلح القاتل و اولیاء القتیل على مال، زمانی که صلح کرد قاتل و اقارب و نزدیکان و ورثه شخص کشته شده بر مال معین، سقط القصاص، و قصاص ساقط میشه، قصاص گرفته نمیشه، چون خود آنها حاضر شدن به اینکه قصاص نگیرن. و وجب المال، و همون مال واجب میشه، قلیلا کان او کثیرا، چه او مالی که در بدل آن صلح کردن کم باشه او کثیرا یا بسیار باشد. لقوله تعالى، بخاطر ان قول الله سبحانه وتعالى، فمن عوفي له من اخيه شيء، کسی که عفو کرده شد، عفو به معنای ترک، گذاشتن، گذاشته شد برای او از طرف برادر از او شيء، چیزی، یعنی حاضر شد او طرف از او قصاص نگیره، حاضر شد مال بگیره، فاتباعهم بالمعروف، باید به شکل نیک پسندیده از آن دنبال بکنن و قاتل را که بیار مال را تحویل بکن، و اداء الیه به احسان، و شخص قاتل هم باید تعلل و تعویق نکنه و امو مال را به خوبی با آن ادا بکنه. الآیه تا آخر آیه، علی ما قیل، بر آنچه که گفته شده، نزلت الآیه، این آیه نازل شد، فی الصلح، در باره صلحی که در میان قاتل و ورثه مقتول صورت میگیره. و قوله علیه الصلاة و السلام، و گفته پیغمبر علیه الصلاة و السلام، من قتل له قتیل، کسی که برای آن یک کشته شده کشته شد، کشته شده خو کشته نمیشه، یعنی شخصی که قریب القتل از او به قتیل تعبیر میشه. این مشارف یا مقارب یک شیء را به یک اسم تعبیر کردن یکی از جمله نکات مجاز است. من قتل له قتیل، کسی که برای آن
کشته شده ای کشته شد، یعنی شخص قریب القتل، فاهله بین خیارتین، اگر اهل آن در این صورت میان دو اختیار هستند، اگر میخواهند اقادو قصاص بکنند، قصاص بگیرند، و اگر میخواهند مال بگیرند. الحدیث یعنی حدیث را تا آخر آن بخوان. والمراد و مقصود از آن چیست؟ والله اعلم، الاخذ بالرضا، گرفتن به رضامندی است، نه به اجبار. باید رضامندی از هر دو جانب باشه. الان ما بیناهو بران چه که ما آن را بیان کردیم که هم قاتل حاضر است و هم ورثه کشته شده حاضرند، هر دو با هم توافق میکنن و صلح میکنن. و هو الصلح بعینه، و همین صلح است، صلح معین. این معنای صلح است که از هر دو طرف، از هر دو جانب توافق صورت میگیره. ولأنه حق ثابت للورثه، دیگر این که همین قصاص یک حق ثابت برای ورثه. ما قبلا خواندیم که به خاطر چی است؟ به خاطر رفع عطش و تشنگی و به خاطر شفایابی و به خاطر انتقام است که دل آنها تسلیت حاصل بکنه و آرام بشه که بله، کسی که قریب مار کشته بود به جزای خود رسید. یه حق ثابت برای ورثه. یجری فیه الاسقاط و عفوا، جاری میشه در همین حق ساقط کردن به عنوان عفو. اگر میگن ما عفو کردیم، هیچ چیز مالم نمیخواهیم، قصاصم نمیگیریم، این اسقاط عفو به عنوان عفو در آن جاری میشه. فکذا تعویزا، همچنان میشه که او را ساقط بکنن به عوض گرفتن در بدل مال. اشتماله على احسان الاولیاء، بخاطر که این مشتمل است بر نیکی کردن، بر نیکی کردن به اولیاء، به اقارب، به ورثه همان مقتول، اونها هم مقدار مال به دست آنها می آید و مشکل آنها حل میشه. و احیای القاتل، و این مشتمل بر زنده نگه داشتن قاتل هم میشه که قاتل هم خود از قتل نجات پیدا میکنه. فیجوز و بالتراضی، پس لحاظ های موضوع جایز است بر رضامندی از هر دو طرف، هم از جانب قاتل و هم از جانب ورثه مقتول. و القلیل و الکثیر فیه سواء، کم و بسیار در این مورد مساوی است، میتونن مال کم در بدل صلح قرار بدن، میتونن مال بسیار، توافق جانبین مهم است. لأنه ليس فيه نص مقدر، چون در این مورد کدام نص، کدام دلیل، کدام نص مقدری در این مورد وجود نداره که ایرا تعیین کرده باشد. فيفوض الى اصطلاحهما، پس سپرده می شود به اصطلاح خود آنها، بر چیزی که خود آنها صلح بکنن. کالخلع و غیره، این را مقیس علیه قرار میده، مانند خلع. خلع چی معنا؟ همان توافقی که میان زن و شوهر صورت میگیره و زن حاضر میشه مقدار مال را بپردازه و شوهر او را در مقابل طلاق بده، طلاق در بدل مال، طلاق باین. حالا اون مقدار مشخص نیه، میتونه بر کم و بر اضاف مسئله خلع جاری بشه. اینجا هم این شکل. و غیره، غیر از این مسئله خلع، موضوعات دیگری که مسائل حقوقی است در میان مردم، صلحهایی که از دعوا و از مال و اینها صورت میگیره. و این لم یذکرو حالا ولا مؤجلا فهو حال. حالا این اصطلاح یا صلح یا سازش کردن بر مقدار مال از جانب قاتل و از جانب ورثه مقتول، ولی یاد نکردن که مال نقد باشه یا همان مال بدل صلح نسیه باشد، مؤخر باشد، فهو حال، او نقد می باشه، در حال باید بپردازن و ای وقت نداره و به تأخیر نباید انداخته شه. لأنه مال واجب بالعقد،
این مال است که واجب شده به عقد و الاصل فی امثاله و اصل و قاعده کلی در مانندهای همین مسئله که مالی که به اساس عقد بر ذمه انسان واجب بشه الحلول در حال فرود آمدن وقت آن است، یعنی فی الحال پرداختن است. نحو المهر و الثمن، مانند مهر در نکاح هست، نمیگن که مهر نقد باشه یا مهر مؤخر و مؤجل باشه، باید حلول است در حال بپردازه، تأخیر نکنه. ثمن در بیع، مثلا بین بایع و مشتری عقد صورت میگیره و با هم معامله میکنند و در این صورت نمیگه که پول نقد است یا نسیه. اینجا هم اصل چی است؟ حلول است که در حال باید ثمن رو بپردازه، تأخیر نکنه. بخلاف دیه، بخلاف از مسئله دیت و خونبها که هسته که او به عنوان عقد واجب نمیشه، بعد از عقد واجب میشه به خاطر یک معنا و یک عذر و یک دلیلی که در اونجا وجود دارد، به این واسطه او مؤخر است. لأنها ما وجبت بالعقد، به خاطر اینکه همان دیت به اساس عقد واجب نشده. اصل مسئله مسئله قصاص بوده، اما به اساس عفو کردن بعضی یا به اساس کدام مشکل دیگری یا به اساس اینکه خطا بوده، اونجا به مال یا به دیت رجوع میشه. قال و ان کان القاتل حرا و عبدا فامر الحر و مولى العبد رجلا بأن يصالح عن دمهما على ألف درهم ففعل فالألف على الحر والمولى نصفان لأن عقد الصلح أضيف إليهما. اگر شخص قاتل یا شخص کشنده شخص حرا و عبدا، اگر قاتل دو نفر را کشت که قاتل هم آزاد بود و هم غلام بود، دو نفر بودند و اینها یک نفر دیگر را کشتند، فامر الحر، امر کرد همان شخص آزاد و مولا العبد مولای غلام رجلا مرد را، این اردو دستور دادن به یک نفر به ان صالح اندمهما على الف درهم، یعنی قاتل دو نفر را کشته بود، هم آزاد را کشته هم غلام را کشته. حالا پس در این صورت ولی آزاد و مولای غلام یک شخص وظیفه دادن که تو برو از خون آنها با این شخص قاتل مصالحه کن بر 1000 درهم. یعنی قاتل چون دو نفر بوده، هم آزاد بوده و هم غلام، پس لحاظا بعد از این که چی شد، هم حر و هم مولای غلام نفر دستور دادن که برو به اون نفر بگو که قصاص نگیره، ما حاضریم که 1000 درهم بده. ففعل اون نفرم وکالت کرد و این وظیفه را انجام داد. فالالف علی الحر والمولا نصفانه، از 1000 او 1000 درهم بر آزاد و بر مولا دو نصف میشه، یعنی 500 بر ذمه آزاد است، 500 بر ذمه مولای غلام است. لأن عقد الصلح اضيف اليهما، بخاطر اینکه عقد صلح نسبت داده شد به جانب هر دوی آنها، وقتی که به جانب هر دو نسبت شد، نصف به زی تعلق میگیره و نصف از او باید ای بپردازه، مساویانه. و اذا عفا احد الشركاء من الدم، مسئله دیگری بیان میکنه که وقتی عفو کرد یکی از شریک ها از خون، چند شریک بودند،
و اینها آمدن، یکی از آنها از خون شخص ریخته شده عفو کرد. او صالح من نصیبه علی عوض، یا اینکه صلح کرد، همان یکی از شریک ها از حصه خود بر عوض، عوض گرفت و صلح کرد، گفت ما حاضرم که صلح بکنم. حال دیگر ها چند نفر ورثه هستند، چند نفر اولیا و اقارب هستند، مسئله دیگر ها چه کار میشه؟ میگه سقط حق الباقین عن القصاص، حق دیگر ها از قصاص ساقط میشه، قصاص کردن نمیتونه، چون قصاص تجزیه پذیر نیست، با مجرد که یک جزش ساقط شد کلش ساقط میشه. و کان لهم نصیبهم من الدیه، و برای بقیه ورثه حصه و سامیه آنها از دیت می باشد، آنها دیت خود را دیت تقسیم می کنند به سر خود و سامیه هر کدام سامیه که به زو متعلقه و مربوطه نموره می تونه بگیره، ولی کسی او را کشته نمی تونه، قصاص ساقط شد. ولی ان القتل به طریق تغالب غالبون، دیگر این که مسئله کشتن به طریق تغالب ای غالب است، زوراوری و بعضی بر بعضی دیگر غلبه کردن، یک نفر بر چند نفر غلبه میکنه و یکی از آنها رو میکشه. و القصاص مسجدت للسفهاء، خود قصاص، حکمت قصاص این است که وسیله و سبب زجر است، زجر سرزنش کردن، بازداشتن، هدف از احکام الهی حدود و قصاص مسئله در آنها سطر هم ضمناً است، ولی اصل زجر است، عبرت است و بازداشتن است. و قرآن هر جا که این موضوع را بیان میکنه، مثلا حد سرقه را بیان میکنه، السارق و السارقه فقطعوا ایدیهم و جزاهم بما کسبا نکالا من الله، خود نکال به معنای بازداشت، عبرت، زجر و پند، چیزی که برای همه جامعه یک درس باشه. قصاص زجر است برای مردمان بیخرد و بیعقل، فیجبو، لذا قصاص واجب میشه، تحقیقا لحکمت الاحیاء، برای ثابت کردن حکمت زندگی و زنده نگه داشتن. چرا قرآن کریم این مطلب را بیان میکنه که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، برای شما در قصاص زندگی است، قصاص است که از خیلی قتل ها جلوگیری میکنه. نفر اول خودداری میکنه وقتی بفهمه قصاص میشه، نفرهای دیگه خون های ناریخته نمیشه و یک نفر در مقابل نفر کشته میشه و چند نفر به عنوان انتقام جویی که فلانی از قبیله فلانی رو کشته، از او قبیله از او بیاییم چند نفر دیگه بکشیم، او دیگه را همه قتل های دست جمعی همه بازداشته میشه. پس به این لحاظ قرآن کریم با صراحت ای را بیان میکنه که ولکم فی القصاص حیاتون، و برای شما در قصاص زندگی است، یا اولی الالباب ای صاحبان عقل لعلکم تتقون، تا اینکه شما محفوظ باشید از آفات و اضرار اجتماعی، از رشد کردن مردمان قلدور و صفاک و خونریز، از اینها همه محفوظ بمانیم.